سلام، خیلی وقتا میان میگن که صدای ما طبیعی نیست، صدای ما رباتی شده، کامپیوتری شده، لیزری شده و از این قبیل اصطلاحات. اگه میخواید جواب همه این سوالاتونو بدونید، ادامه ویدیو رو با من همراه باشید. به نام خدا، رامین بهارستانی هستم، آهنگساز و تنظیم کننده. اگه از محتوای من خوشتون میاد و دوست دارید آموزش‌های بعدی رو از دست ندید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو هم بزنید. خب قبل از هر چیز لازم میدونم که یه توضیح راجع به پلاگین اوتوتیون یا همون افکت لیزری کردن صدا بهتون بدم. پلاگین اوتوتیون پلاگینی هستش که به صورت مجزا روی داوهای مختلف آهنگسازی یا همون نرم افزارهای رکورد و تنظیم آهنگ نصب میشه و وظیفه فالشگیری صدای خواننده و یا حتی سازهای مثل ویولون، ساکسیفون و کلن سازهای بادی رو داره. بحث دیگه این هستش که خیلی‌ها فکر می‌کنن که پلاگین اوتوتیون یا حالا همون افکت لیزری کردن وکال خواننده روی صدای خواننده یا روی سازها یه امر کاملا سلیقه‌ایه و هیچ ربطی به قواعد و قانونهای میکس وکال نداره. یا میتونه باشه یا میتونه نباشه، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. حالا من یه خورده موضوع رو براتون بازترش می‌کنم تا متوجه ضرورت این پلاگین روی وکال بشید. زمانی که یک آهنگ قرار ساخته بشه، بعد از مرحله ترانه و ملودی میرسه به مرحله تنظیم و چون اغلب کارهایی که توی مارکت موزیک دارن تولید میشن الکترونیک هستن و پایه و اساس کارهای الکترونیک بر اساس نرم افزار و امر دیجیتال هستش، به همین جهت آهنگایی که توی این سبک ها ساخته میشه به غیر از سازهایی که به صورت سولو و به صورت زنده ضبط شدن و دارن سولو نوازی میکنن به نوعی توی کار، تمام ادواتی که توی اون تنظیم توی اون آهنگ دارن ایفای نقش میکنن و به نوعی صدایی رو تولید میکنن نرم افزاری هستن و به اصطلاح کوک مطلق به حساب میان. یعنی کوک، بهشون میگن کوک مطلق، از جمله VST ها، سمپل ها، لوپ ها و خب چیزهای دیگه که توی آهنگ استفاده شده. برای همین وقتی یک خواننده روی چنین موزیکی میخونه، تا قبل از این که هیچ پروسه‌ای روی صداش در جهت تیونینگ شدن، در جهت فالشگیری، در جهت کوک شدن صداش انجام نشده باشه، اون صدا روی اون موزیکی که صفر مطلق هست، کوک مطلق هست، فالش به گوش میرسه. نه اینکه اون خواننده فالش خونده باشه، فالش به گوش شما میرسه. اون بنده خدا خیلی هم کوک خونده، یعنی اگر وکالش رو به صورت سولو، به صورت خالی، به صورت تک لاین ما پلی بکنیم خیلی هم خوب خونده، اوکی، ولی به محض اینکه موزیک زیر صداش پلی میشه، صداش انگار جدا از موزیک داره شنیده میشه و فالش به گوش میرسه. به همین منظور وقتی که قرار میکس وکال انجام بشه، بعد از مراحل به اصطلاح ملودان کردن، فالشگیری دستی، اوتوتیون اولین استپی هست که روی صدای خواننده قرار میگیره و باعث میشه صدای خواننده چفت و مچ موزیک بشه. و بعد از تیون کردن وکال میریم سراغ مراحل بعد، مثل کامپرس کردن، ایکیو کردن، ریورب، دیلی و چیزای به این شکل. البته استفاده از اوتوتیون باید به قدری هوشمندانه انجام بشه که اصلا کسی متوجه استفاده این قضیه توی وکال نشه. صدا باید کاملا طبیعی تیون بشه و جنس اصلی خودش رو از دست نده، چون قضیه اوتوتیون ربطی به خوب یا بد بودن خواننده نداره. میزان کم بودن اوتوتیون ربط به خوب خوندن خواننده داره، ولی استفاده کردن یا نکردنش ربط به خوب یا بد بودن خواننده نداره. جدا از این بحث، خیلی هم هستن که صدای خیلی خوبی دارن و سبکشون ایجاب میکنه که اوتوتیون زیاد استفاده بکنن و خواننده های خیلی خوبی هم هستن، سبکشون این مدلیه که خب اوتوتیون زیاد استفاده میکنن و نمیشه دلیل رو بر این گذاشت که چون صداشون بده دارن اوتوتیون استفاده میکنن که حالا مثلا صداشون لیزری بشه، کسی متوجه نشه ایشون مثلا صداش بده. نه، اصلا همچین بحثی نیست، چون خیلی از خواننده های مطرح کشور الان دارن این قضیه رو استفاده میکنن و همه هم دارن کاراشون رو گوش میدن، هیچ اشکالی هم به وجود نمیاد توی کنسرتاشون یا توی جذب مخاطبشون. و یه موضوع دیگه هم که میخواستم راجبش توضیح بدم این بودش که مثلا یه خواننده جلوی شما نشسته داره با گیتار میزنه و میخونه، حالا چه تو فضای باز چه تو فضای بسته، شما هیچ چیز بدی توی صدای این خواننده یا صدای سازش احساس نمیکنید که توی ذوقتون بخوره.
مثلا اگه سازش کوک نباشه یا فالش بخونه، شما اون لحظه چیزی رو احساس نمی کنید به جهت اینکه صدای اون خواننده یا سازش داره میخوره به در و دیوار، با فرکانس های اضافه دارید شما صدای اون خواننده رو میشنوید. و یا مثلا اگه توی فضای باز خواننده برای شما بخونه با گیتار، صدای باد، صدای ماشین و اینجور چیزا باعث میشه که شما صدای کلین و تمیزی رو نشنوید. پس قاعدتا اگر اون خواننده اون لحظه اگر فالش بخونه یا سازش کوک نباشه شما متوجه نخواهید شد و خیلی هم لذت میبرید. ولی اگه همین خواننده با همون کوک ساز و همون آهنگی که داشته جلو شما میخونده بره توی استودیو و بخونه توی یه محیطی که از لحاظ شکست صدا استاندارد هست و خلأ هستش، داره اون رو میخونه، به نظر شما فالش میاد. در واقع اون بنده خدا فالش نمیخونه، داره کوک میخونه، ولی خب چون صداش بدون فرکانسای اضافه و فرکانس‌های مزاحم داره به گوشتون خیلی تمیز و شیک میرسه، به همین جهت تمام نقصای صدا و یا سازش به گوش شما میرسه و شما احساس میکنید که او بنده خدا داره فالش میخونه. پس ما نتیجه میگیریم که صدای هر خواننده‌ای که داره توی استودیو فعالیت میکنه خام نیست و یه سری عملیات‌ها روی صداش انجام شده. یه مثال براتون بزنم. من و شما هیچ وقت نمیریم آتلیه عکاسی که اون عکاس با لنز و دوربین گرون قیمتی که داره و خب اون علمی که داره عکس رو خام به ما بده، عکس رو خام از ما بگیره و به ما تحویل بده. قاعدتا وقتی که ما وقت میذاریم و هزینه میکنیم میریم آتلیه عکاسی، دوست داریم یه اتفاقی روی عکسمون بیفته که با عکسایی که توی گوشیمون سر تا سر روز داریم میگیریم فرق داشته باشه. صدای خواننده هم همین شکل هست. کسی که میاد خواننده استودیویی میشه و داره کار استودیویی منتشر میکنه، دوست داره که روی صداش یه سری عملیات ها انجام بشه و صدای واقعیش رو به گوش مردم برسونه بدون فرکانس اضافه و به صورت حرفه‌ای. و دقیقا خواننده هایی هم که تشریف میارن استودیو و میخوان کاری رو انجام بدن همین دید رو دارن، دوست دارن صدایی که ازشون میخواد منتشر بشه یه صدای حرفه‌ای باشه، صدایی باشه که جنبه انتشار داشته باشه. و خب با صدایی که توی گوشیشون ضبط میکنن و یا با رکوردرهایی که هیچ کیفیتی ندارن ضبط کرده یه مدت فرق داشته باشه. در ویدیوهای بعدی انشالله در مورد نحوه استفاده از اوتوتیون و تمام امکاناتش صحبت خواهم کرد. اگه از این ویدیو راضی بودید و احساس میکنید میتونه مشکلی رو از کسی برطرف کنه و میتونه کمکی بکنه، حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید، کانال رو سابسکرایب کنید و سوالاتتون رو توی قسمت کامنت مطرح کنید. تا ویدیو بعدی در پناه حق، خدا نگهدار.